بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای مستانه پور مقدم زنی که مردش را گم کرد اثر صادق هدایت به سراغ زنها می روی تازیانه را فراموش مکن زرتوش چونین گفت نیچه صبح زود در ایستگاه قلحک آجان قد کتای صورت سرخی به شوفر اتومبیلی که آنجا ایستاده بود زن بچه بغلی را نشان داد و گفت این زن میخواسته بره مازندران اینجا اومده اونو به شهر برسونین سواب داره آن زن بی تعمل وارد اتومبیل شد گوشه چادر سیاه را به دندانش گرفته بود. یک بچه دو ساله در بغلش و دست دیگرش یک دستمال بسته سفید بود. رفت روی نشیمن چرمی نشست و بچهش را که موی بور و قیافه نوبهی داشت روی زانویش نشاند. سه نفر نظامی و دو نفر زن که در اتومبیل بودند با بیعتنایی به او نگاه کردند. ولی شوفر اصلا بر نگشت به او نگاه بکند. آژان آمد کنار پنجره اتومبیل و به آن زن گفت میری مازندران چه بکنی؟ شوهرم رو پیدا کنم. مگه شوهرت گم شده؟ یه ماس رو بی خرجی انداخته رفته. چه میدونی که اونجاست؟ کلغلام رفیقش به من گفت اگه مردت اونقدر با غیرته از اونجا هم فرار میکنه حالا چقدری پول داری؟ دو من و دوزار اسمت چیه؟ زرین کلا کجایی هستی؟ اهل البیر شهریارم عوض این که میخوای بری شوهرتو پیدا کنی برو شهریار حالا فصل انگورم هست برو پیش خیش و قمات انگور بخور بی خود میری مازندران اونجا غریب گور میشی اونم با این حواس جمعی که داری باید برم این جمله آخر رو زرین کلا با اطمینان کامل گفت مثل اینکه تصمیم او قطعی و تغییر ناپذیر بود و نگاه بینور او جلوش خیره شد. بدون اینکه چیزی را ببیند و یا متوجه کسی بشود به نظر می آمد که بی اراده و فکر حرف می زد و حواسش جای دیگر بود. بعد آژان دوباره روش را کرد به شوفر و گفت آقای شوفر این زن و دم دروازه دولت پیاده کنین و راه رو نشونش بدین. زرین کلا مثل اینکه از این حمایت آژان جسور شد گفت من قریبم به من راه رو نشون بدین سواب داره اتومبیل به راه افتاد زرین کلا بدون حرکت دوباره با نگاه بینورش مثل سگ کتک خورده جلوی خودش را خیره شد چشمهای او درشت سیا، ابروهای قیتانی باریک بینی کوچک لبهای برجسته گوشتالو و گونه های تو رفته داشت پوست صورتش تازه گندمگون ورزیده بود تمام راه را در اتومبیل تکان خورد بدون اینکه متوجه کسی یا چیزی بشود بچه او ساکت و غمگین به قش دائم بود چرت میزد و یک انار آبلنبو در دستش بود نزدیک دروازه دولت شوفر اتومبیل را نگه داشت و راهی را که مستقیما به دروازه شمیران میرفت به او نشان داد زرینکلا هم پیاده شد و بیدرنگ راه دراز و آفتابی را بچه به بغل و کول باره به دست در پیش گرفت دم دروازه شمیران زرینکلا در یک گاراژ رفت و پس از نیم ساعت چانه زدن و معطلی صاحب گاراژ را راضی کرد با اتومبیل بارکش او را به آسیاسر سر راه ساری برساند و شش ریال هم بابت کرایه از او گرفت. کلا را به اتومبیل بزرگی راهنمایی کردند که دور آن کیپ هم آدم نشسته بود و بار و بندیلشان را آن میان چیده بودند. آنها خودشان را به هم فشار دادند و یک جا برای او باز کردند که به زحمت آن میان قرار گرفت. اتومبیل را آبگیری کردند بوخ کشید از خودش بوی بنزین و روغن سوخته و دود در هوا پرانکنده کرد و در جاده گرم خاکالود به راه افتاد دورنمای اطراف ابتدا یک نواخ بود سپس تپه ها کوه و درخت های دور دست و پیچخم های راه چشمنداز را تغییر میداد. ولی زرین کلا با همان حالت پژمرده جلوش را نگاه می کرد. در چندین جا اتومبیل نگه داشت و جواز مسافران را تفتیش کردند. نزدیک ظهر در شلمبه چرخ اتومبیل خراب شد و دسته از مسافران پیاده شدند. ولی زرین کلا از جایش تکان نخورد چون می ترسید اگر بلند بشود جایش را از دست بدهد. دستمال بسته خودش را باز کرد. نان و پنیر از میان آن درآورد. یک تکه نان لطرمه با پنیر به پسرش داد و خودش هم چند لقمه خورد. بچه او مثل گنجش تریاکی بی سر و صدا بود. پیوسته چرت میزد و به نظر می آمد که حوصله حرف زدن و حتی گریه کردن را هم نداشت. بالاخره اتومبیل دوباره به راه افتاد و ساعتها گذشت از جابون و فیروسکو رد شد و منظره های قشنگ جنگل پدیدار گردید ولی زرین کلا همه این تغییرات را با نگاه بی نور و بی نگریست و خوشی نهانی خوشی مرموزی در او تولید شده بود قلبش تند میزد، آزادانه نفس میکشید. چون به مقصودش نزدیک میشد و فردا گلببو شوهرش را می توانست پیدا بکند. آیا خانه او چه جور است؟ خیشانش چه شکلند و با او چه جور رفتار خواهند کرد؟ پس از یک ماه مفارقت آیا چطور با گلببو برخورد می کند و چه می گوید؟ ولی خودش می دانست که جلوی گلببو یک کلمه هم نمی توانست حرف بزند. زنش بیهست می شود. و همه قوایش از او سلب میشد. مثل این بود که در گلببو قوه مخصوصی بود که همه فکر، اراده و قوای او را خونسا می کرد و او تابع محض گلببو می شد. زرین کلا می دانست که بر برعکس گلببو او را تهدید خواهد کرد و بعد هم شلاق. همان شلاق کذایی که الاخا را با آن میزد به جان او میکشید اما زرین کلاه برای همین میرفت همین شلاق را رزو می کرد و شاید اصلا میرفت که از دست گلببو شلاق بخورد هوای نمناک جنگل چشمانداز دلربای اطراف آن مردمانی که از دور کار میکردند مردی که با قبای قدک آبی کنار جاده ایستاده بود انگور میخورد خانه های دهاتی که از جلوی او میگذشت همه اینها زرین کلا را به یاد بچگی خودش انداخت دو سال میگذشت که زرین کلاه زن گلببو شده بود اولین بار که زرین کلاه گلببو را دید یک روز انگور چینی بود زرین کلا با مهربانو دختر همسایهشان و مچول خانوم و خواهرانشان خورشید کلا و بمانی خانوم کارشان این بود که هر روز دست جمعی زن و مرد و دخترها در موستان انگور میچیدند و خوشه های درخشان را در لولا یا صندوق چوبی میگذاشتند. بعد آن لولاها را میبردند کنار رودخانه سیاه آب زیر درخت چنار کهنی که به آن دخیل میبستند و آنجا مادرش با گوهربانو، بانو، ننه عباس، خوشقدم باجی، کشور سلطان، عدی گلداد و خدایار صندوقها را به ریش سفید پرندک ماندگار علی تحویل میدادند. در این روز لولا کش تازه وارد که صندوقها را بارگیری میکرد گلببوی مازندرانی بود. و تصنیفی میخواند و به دخترها یاد میداد که اسباب تفریح همه شد و همه آنها دست جمعی با هم میخواندند گالش کره آهای لله بیشیم بیجار آهای لله ای پشت اجار دو پشت اجار بیا بیشیم بیجار آهای لله بیا بیشین فاکون تو میخاخوری گلببو تلفظ آنها را درست میکرد دخترها قه قه میخندیدند و تا اصر آن روز این کار دوام داشت ولی بیشتر چیزی که گلببو را طرف توجه دخترها کرد تصنیف او نبود بلکه خود او و جسارتش بود که قلب آنها و به خصوص زرین کلا را تسخیر کرد همین که زرین کلا اندام ورزیده گردن کلوفت لبهای سرخ موی بور بازوهای سفید او که رویش مو در آورده بود دید و مخصوصا چالاکی که در جابجا جا کردن لولاهای وزین نشان میداد خودش را باخت به علاوه تمایلی که گل به او ظاهر کرد با آن نگاه های سوزانی که میان آنها رد و بدل شد کافی بود زرین کلا را که دختر چهارده ساله ای بیش نبود فریفته خودش بکند زرین کلا دلش قنج میزد رنگ میگذاشت و رنگ بر می داشت. چون در این روز چیز تازه کش کرد و حس نمود که تا آن روز در آن سابقه نداشت زیرا تا کنون او از مرد چیز زیادی نمیدانست. مادرش همیشه او را کتک زده بود و از او چشم زهره گرفته بود و خواهرانش که از او بزرگتر بودند با او هم چشمی می کردند و اسرار خودشان را از او می پوشیدند. اگرچه زرین کلا اغلب به فکر مرد می افتاد ولی جرأت نمی کرد که از کسی بپرسد و میدانست که این فکر بد است و باید از آن پرهیز کند. فقط گاهی مهربانو دختر همسایهشان و خانم کوچولو و بلوری خانم با او راجع اسرار مرد حرف زده بودند و زرین کلا را کنج کرده بودند. به طوری که تا اندازه چشم و گوشش باز شده بود. حتی مهربانو برای او از مناسبات محرمانه خودش با شیرزاد پسر ماندگار علی نخ کرده بود اما تمام این افکاری را که زرین کلا از عشق و شهوت پیش خودش تصور کرده بود نگاه گلببو تغییر داد پایش سوس شد و احساسی نمود که ممکن نبود بتواند بگوید همین قدر میدانست تمام ذرات تنش گلببو را میخواست و از این ساعت محتاج به او بود و زندگی بدون گلببو برایش غیر ممکن و تحمل ناپذیر بود. ولی از حسن اتفاق در آن روز زرین کلا قبای سرخ نوعی که داشت پوشیده بود و کلاقی قشنگی که امش از مشهد برایش آورده بود به سرش پیچیده بود و حفلنگ گیس بافته از پشت آن بیرون آمده بود. به طوری که علاوه و لطافت اندام و حرکات و خوشگلی صورت لباس او بر زیباییش افزوده بود گویا به همین مناسبت بود که در میان صدها دختر و آن شلوغی گلببو بر میگشت و دزدکی به او نگاه میکرد و لبخند میزد و با زرنگی و موش کافی و احساساتی که ممکن است یک دختر بچه داشته باشد شکی برای زرین کلا باقی نماند که گلببو به او مایل است و رابطه مخصوصی میان آنها تولید شده آیا در چنین موقع چه باید بکند؟ به قدری خون به سرعت در تنش گردش میکرد که حس کرد روی گونه هایش گرم شده مثل اینکه آتش شعله می زد. آنقدر سرخ شده بود که شهربانو دختر کشور سلطان ملتفت او شد آیا زرین کلا می توانست چون این امیدی به خودش بدهد که زن گلببو بشود در صورتی که دو خواهر از خودش بزرگتر داشت که هنوز شوهر نکرده بودند و به علاوه او از هر دوی آنها پیش مادرش سیاه بختر هم بود چون پیش از اینکه به دنیا بیاید پدرش مرد و مادرش پیوسته به او سرزنش میکرد که تو سر پدرت را خورده ای و او را بد قدم میدانست. ولی در حقیقت چون بعد از آنکه که زرین کلا را مادرش زایید نوبه کرد و دو ماه بستری شد به این علت از او بدش میامد. طرف غروب آن روز همه کارگرها از کار دست کشیدند. و از لابلای بطه های مو که مثل ریسمان های قهوهی روی پستی و بلندی به هم بافته شده بودند در آمدند و به طرف رودخانه سیاه آب رفتند و انگورها را به عادت هر روز به ریش سفید دهشان ماندگار علی تحویل دادند زرین کلا و مادرش و مهربانو با گوگل که در راه به آنها برخورد به طرف قلعه گلی خودشان که برج و باروی بلند داشت ره سپار شدند. در میان راه زرین کلا برای مهربانو از عشق خودش به گلببو صحبت کرد و مهربانو از او دلداری کرد و قول داد هر کمکی از دستش بر بیاید درباره او کوتاهی نخواهد کرد. چه شب سختی به زرین کلاه گذشت شب محتاب بود خوابش نمی برد بلند شد که آب بخورد بعد رفت در ایوان خانهشان نه اصلا میل نداشت بخوابد نسیم خونکی میوزید سیناش باز بود ولی سرما را حس نمیکرد صدای خورخور مادرش را که مانند اجدها در اتاق خوابیده بود میشنید. هر دقیقه اگر بیدار میشد او را صدا میزد. ولی چه اهمیت داشت؟ چون در تمام وجود خودش احساس شورش و تقیان می کرد. پاورچین پاورچین رفتم حوز. زیر درخت نارون ایستاد. در این ساعت مثل این بود که درخت زمین، آسمان، ستاره ها و محتاب همه با او به زبان مخصوصی حرف می زدند. یک حالت غمانگیز و گوارایی بود که تا کنون حس نکرده بود. او به خوبی زبان درختها، ها، نسیم و حتی دیوارهای بلند خانه و قلعه‌ای که در آن حوز بود میفهمید و در خودش حس می کرد. ستاره ها مانند دانه های جاله که در هوا پاشیده باشند ضعیف و ترسو با روشنایی لرزان می درخشیدند. همه آنها و هر چیز معمولی و بی به نظر او عجیب، غیر طبیعی و پر از اسرار آمد که معنی دور و مجهول داشت. و هرگز به فکر او نمیرسید. رسید. بی اراده دستش را روی سینه و پستانهایش کشید و برد تا روی بازویش. زولفهای او را نسیم هوا پراکنده کرده بود. بالاخره کنار حوز نشست و بغز بیخ گلویش را گرفت. شروع کرد به گریه کردن و عشقای گرم روی گونه هایش جاری شد. این تن نرم و کمر باریک برای بغل کشیدن گلببو درست شده بود. پستانهای کوچکش، بازویش و همه تنش بهتر بود که زیر گل برود، زیر خاک بپوسد تا اینکه در خانه مادرش با فوش و بدبختی چیم بخورد و پستانهایش بپلاسد و زندگیش بیهوده و بینتیجه و بیعشق تلف بشود. میخواست خودش را به خاک بمالد پیرهنش را تکه تکه بکند تا از شر این بغز این بدبختی که بیخ گلوی او را گرفته بود آسوده بشود زار زار گریه کرد در این وقت تمام بدبختی های دوره زندگیش جلوی او مجسم شد فوش هایی که شنیده بود کتک هایی که خورده بود از همان وقت که بچه کوچک بود مادرش یک مشت به سر او میزد و یک تک نان به دستش میداد و پشت در خانهشان می و او با بچه های کچل و چش دردی بازی می کرد. هرگز یک روی خوش یا کمترین مهربانی از مادرش ندیده بود. همه این بدبختی ها ده مقابل بزرگتر و ترسناکتر به نظرش می آمد. باز هم مهربانو و مادرش بودند که گاهی از او دلجویی می کردند و هر وقت مادرش او را می زد به خانه آنها پناه می برد. زرین کلا را با سراستینش پاک کرد و حس کرد که کمی آرام شد. استراب و شورش او فروکش شد، احساس آرامش نمود. یک ناسایش بیدلیلی بود که سرتاپای او را ناگهان فرا گرفت. چشمهایش را بست. هوای ملایم را استنشاخ کرد. ولی صورت گلببو از جلوی چشش رد نمی شد. بازوهای قوی او کلنگ بارهای ده دوازده منی را مثل پر کاه بر می داشت و روی اولاغ می گذاشت. موهای پاشن نخاب بور، گردن کلفت سرخ، ابروهای پرپشت به هم پیوسته، ریش پرپشت به هم پیچیده، حالا او پی برده بود که دنیای دیگری ورای دنیای محدودی که او تصور می نمود وجود دارد. بالاخره از حوز یک مش آب به صورتش زد و برگشت در رخت خوابش خوابید. اما خواب به چشمش نیامد همش در رخت خواب قرد زد و با خودش نیت کرد که اگر به مقصودش برسد و زن گل ببو بشود همانطوری که خودش از زندان خانه پدری آزاد می شود یک کبوتر بخرد و آزاد بکند چون ستاره دختر نایب عبدالله میراب هم همین نصر را کرده بود و شوهر کرد صبح روز بعد زرین کلا با چشم های سرخ بیخوابی کشیده بلند شد و به انگور چینی رفت سر راه کنار رودخانه سیاه آب پای درخت چنار مراد که در جوغین بود همانجا که گل ببو انگورها را باربندی کرده بود ایستاد از آثار دیروز مقداری برگ موه لگد شده و پشکل اولاغ و پوست تخم کدو روی زمین ریخته بود. بعد زرین کلا دست کرد از کنار یخه پیرهنش یک تریشنه درآورد و به شاخه درخت چنار نیت کرد و گره زد. ولی همین که برگشت مهربانو به او برخورد و گفت چرا امروز منتظر من نشدی؟ اینجا چی کار میکنی؟ هیچ من به خیالم هنوز خوابی نخواستم بیدارت کنم امروز صبح خیلی زود بیرون اومدم ولی مهربانو حرف او را برید و گفت من میدونم برای گل ببوه زرین کلا برای مهربانو درد دل کرد و از بیخوابی خودش و نظری که کرده بود همه را برایش گفت با هم مشورت کردند و مهربانو باز هم به او دلداری داد و قرار گذاشت با مادرش در این خصوص مذاکره بکند چون مادر مهربانو تنها کسی بود که زرین کلاه را دوست داشت صبح را زرین کلاه هرچه انتظار کشید گل ببو را ندید زرین کلاه رفت در اتاق پنج دری و درها را بست و جلوی آینه لب که در مجری خودش داشت موهایش را مرتب شانه زد و حالتها و حرکات صورت خودش را خوب دقت کرد تا برای اصر که گلببو را ببیند چه جور بخندد و چه جور حرکتی بکند که به پسند خودش باشد بالاخره لبخند مختصری را پسندید چون اگر خنده بلند می کرد دندانهایش که خوب نبود بیرون می آمد و یک رشته از ظلفش را روی پیشانیش انداخ و از روی رضایت لبخند زد چون خودش را خوشگل و قابل دوست داشتن دید مجه های بلند، لبخند دل ربا، صورت بچگانه ساده و خطی که گوشه لبهایش می افتاد متناسب بود سرخی تند گونه ها پوست گندم گونه چهرش را بهتر جلوه میداد و سرخی تر و براغ لبها که به رنگ انگور شاهانی بود و دهن گرم او به خصوص چشم ها آن نگاه گیرنده که مادر مهربانو همیشه به او می گفت چشات سگ داره همه اینها او را از بسیاری دختران جوان دیگر ممتاز می کرد. وقتی که بعد از ظهر زرین کلاه با مهربانو به انگورچینی برگشت در ته دلش خوشحال بود زیرا تصمیم گرفته بود که هر طور شده خودش را به گلببو نشان بدهد تعجب زرین کلاه بیشتر شد چون گلببو را آنجا دید و تمام بعد از ظهر در ضمن کار با شوخی و آواز خواندن گذشت برخلاف روزهای پیش که زرین کلا پژمرده و غمناک بود امروز شاد و خورم خوشه های انگور را میچید و با آن فال میگرفت به این ترتیب که یک حبه انگور را او میکند و میخورد و یک دانه را هم مهربانو و با خودش نیت می کرد اگر دانه آخر به او بیفتد به مقصودش خواهد رسید یعنی زن گل ببون می شود. طرف غروب که پای درخت چنار برگشتن گلببو و زرین کلا باز چندین بار نگاه رد و بدل کردند گلببو به او لبخند زد و زرین کلا جواب لبخند او را داد همانطوری که در آینه پسندیده بود و با زبردستی مخصوصی سر خودش را تکان داد و یک رشته از ظلفش روی پیشانیش افتاد تا چهار روز به همین ترتیب گذشت و هر روز جرأت و جسارت زرین بیشتر میشد و کم کم رابطه مخصوصی بین او و گلببو برقرار گردید تا اینکه روز چهارم مهربانو برای زرین کلا آورد که مادرش کار را درست کرده زرین از زور شادی روی لبهای مهربانو را بوسید چطور کار را درست کرده بود؟ با کی داخل مذاکره شده بود؟ زرین کلا هیچ لازم نداشت که بفهمد همینقدر می دانست که بعضی از پیر زنها بیشتر از زندگی تجربه دارند و در برپا کردن عروسی و پادرمیانی زبردست می باشند و راههایی می دانند که هرگز به عقل جوان او نمی رسید. حالا می توانست به خودش امید بدهد که به مقصودش رسیده ولی چیزی که مشکل بود رضایت مادر خودش بود که به محض شنیدن این مطلب از جا در می رفت ترقی می شد و از آن فوش ها و نفرین های آبدار که ورد زبانش بود به او میداد. چون روزی سه عباسی مزد زرین کلاه را او می گرفت. بالاخره بعد از اصرار و پافشاری مادر مهربانو مادرش راضی شد و پس از کشمکش های زیاد یک دست لباس سرخ برای او گرفت. ولی هر تکه آن را که می برید نفرین و ناله می کرد و میگفت: الهی روی تخت مرد شرخونه بیفتی ور بپری عروسید عذابشه الهی دختر جز جگر بزنی حسرت به دلت بمونه جوون مرگ بشی با این شوهر لور پاپتی که پیدا کردی اما گوش زرین کلا از این نفرین ها پر شده بود و دیگر در رو اثر نمی کرد یک دیگه مسی و یک سماور برنجی کوچک از بابت جهاز به او داد یک روز طرف عصر مادر مهربانو مهمانی مفصلی از اهل ده کرده و زنهای دهاتی شبیه عروسک نخودی چار قد به و یا کلاقی زیر گلویشان بسته بودند همه برای عروسی زرین کلاه جمع شدند ولی خواهران او خورشید کاه و بمانی در آن مجلس حاضر نشدند آخوند ده سید محسوم را آوردند و زرین کلاه را برای گلببو اخت کرد بعد برای شگون رفت بالای منبر و دو سه دهن روزه خواند. مادرش دستور داد روزه عروسی قاسم را بخواند و همه گریه کردند. وقتی که مجلس روزه تمام شد، ماندگار علی و پسرش شیرزاد ساقدوش داماد شدند. زیر بغل او را گرفتند، وارد مجلس کردند. و او روی صندلی که شال کشیده شده بود نشست. آن وقت شیرزا شروع کرد به پول جمع کردن. اول رفت جلوی پدرش و با لبخند گفت بذارید پدرم رو جریمه کنم. مهربانو که سینی گردانید آمد سینی را جلوی ماندگار علی نگه داشت. و او دو تومان در آورد در سینی انداخت. فورا تبالی که گوشه مجلس نشسته بود روی تب زد و گفت دو تومن دادی خونت آبادان و به همین ترتیب در حدود سی تومان برای زرین کلا جمع کردند و مجلس به خوشی ورگزار شد فرد و صبح زرین کلا از خواهرها و مادرش خدا نگهداری کرد ولی مادرش در عوض این که باروی خوش از او پذیرایی بکند تا دم در خانه مثل خوک تیر خورده با صورت آبل رو که شبیه پوست هندوانه ای بود که مرغ تک زده باشد دنبال او آمد و به او نفرین کرد بعد زرین کلا رفت خانه مهربانو از مادر او و خودش خدا نگهداری کرد روی مهربانو را بوسید و به او سپرد که شب جمعه یک شم در آقا بی بی روشن بکند و یک کبوتر هم آزاد بکند. آن وقت زرین کلا بار و بندیل سماور و دیگ مسیر را برداشت رفت در میدان. پای درخت چنار مراد همانجا که گل ببو چشم به راه او بود سوار اولاخ شد و گلببو هم روی علاق دیگر نشست و با هم به سوی تهران روانه شدند یک شب و یک روز در راه بودند زرین کلا از شادی میخواست پر بگیرد بلند بلند حرف میزد محتاب بالا آمد و چندین بار گلببو دست پرزورش را به گردن او انداخت و ماچ های محکم از روی لبهایش کرد. تعم دهن او شورمزه مثل تعم اشک چشم بود. گلببو مخصوصا اسم زرین کلاه را به فال نیک گرفت. چون اسم ده او در مازندران زرین آباد یا زرین کلاه بود. و این تصادف را در اثر قسمت دانست. همین که به تهران رسیدند مدت دو ماه در اتاق کوچکی که در محله سرچشمه گرفتند به خوشی گذشت گلببو روزها می رفت سر کار زرین کلا جاروب می زد، وصله می کرد و به کارهای خانه رسیدگی میکرد و شبها را هم با ناز و نوازش می به طوری که زرین کلا بچگی خودش خواهرانش و مادرش و حتی مهربانو را به کلی فراموش کرد ولی بر پدر رفیق بد لعنت سر ماه سوم اخلاق او عوض شد هر شب در قهوه خانه رزا سیبیلو با کلغلام وافور میکشید خرجی به زنش نمیداد و چیزی که غریب بود به جای اینکه تریاک او را بی حس و بی اراده بکند برعکس مثل یک وسواس و یا ناخوشی تا وارد خانه میشد شلاق را میکشید به جان زرین کلاه و او را خوب شلاقی میکرد اول از او ایراد میگرفت آن هم سر چیزهای جزئی مثلا میگفت چرا گوشه چادر نمازت سوخته؟ یا سماور را دیر آتش کردی؟ و یا پریشب آب گوشت را زیاد شور کرده بودی؟ آن وقت چشم های دریده بی حالت او دور میزد و شلاق سیاه چرمی که سر آن دو گره داشت همان شلاقی که به اولاخا میزد دور سرش میگردانید و به بازو بران و کمر زرین کلاه می نواخد. زرین کلاه هم چادر نماز را به خودش می پیچید و آهناله می کرد. به طوری که همسایه ها دم اتاق آنها می آمدند و به گلببو فوش، نفرین و نصیحت می کردند. بعد گلببو یک لگت به زرین کلاه می زد و شلاق را در تاخچه می انداخت. ولی ناله، زنجموره و گریه یک نواخت و عمدی زرین کلا ساعتها مداومت داشت. آن وقت گلببو از روی کیف میرفت گوشه اتاق چون باطمه می نشست. پشتش را میداد به صندوق و چپقش را چاق می کرد. شلوار آبی کوتاه او از سر زانوهایش پایین میرفت و پای کشاله رانش جمع می شد. ساخهای ورزیده قوی که به قدر یک وجب آن را مچپیچ گرفته بود، بارانهای سفید او که بیرون می آمد، زرین کلا را حالی به حالی می کرد. بعد گلببو می گفت زنی که امشب چی داریم؟ زرین کلاه با ناز و کرشم بلند می شد دیزی را میآورد و در بادیه مسی خالی میکرد. نان در بادیه تلیت می کردند و با پیاز خام آن را میخوردند و دستشان را با آستر لباسشان پاک می کردند. فقط وقتی که زری چراغ را پایین میکشید و میخواستند در رخت خواب سرخ که گلهای سبز و سیاه داشت بخوابند گلببو روی چشمهای اشکالود شور مزه زرین کلاه را ماچ می کرد و با هم آشتی می کردند. این کار هر شب تکرار می شد. اگرچه زرین کلاه زیر شلاق پیچ و تاب می خورد و آه و ناله می کرد ولی در حقیقت کیف می برد. خودش را کوچک و ناتوان در برابر و ببو حس می کرد و هرچه بیشتر شلاق می خورد علاقش به گل ببو بیشتر می شد می خواست دست های محکم ورزیده او را ببوسد آن های سرخ گردن کلوفت بازوهای قوی تن پشمالو لبهای درشت گوشتالو دندانهای محکم سفید به خصوص بوی تن او بوی گلببو که بوی سرطویله را میداد و حرکات خشن و زمخت او و مخصوصا کتک زدنش را از همه چیز بیشتر دوست داشت آیا ممکن بود شوهری بهتر از او پیدا بکند سر نه ما زرین کلاه پسری زایید ولی بچه که به دنیا آمد داغ دو تا خط سرخ به کمرش بود مثل جای شلاق و زرین کلاه معتقد بود این خطها در اثر شلاقی است که گلببو به او میزده و به بچه انتقال یافته اما پسرش پیوسته علیل و ناخوش بود زرین کلا اسم مانده علی روی پسرش گذاشت و این اسم از اسم ماندگار علی ریش سفید پرندک به او الهام شد که روی بچهش گذاشت تا بماند و پا بگیرد چندی بعد کاسبی گلببو کساد شد یکی از علاخهایش مرد و یکی دیگر را هم فروخت و پول آن هم خرج تریاک و دعا و معالجه نوبش شد. بعد هم به طور غیر مرتب به کار می رفت. تا اینکه سال بعد پنج تومان خرجی به زرین کلاه داد و گفت که برای 20 روز می رویم کار و بر می گردم. بیس روز او یک ماه شد و از یک ماه هم چند روز گذشت. اگرچه زرین کلاه عادت به صرف جویی داشت و از شکم خودش و بچهش میزد و کار میکرد و میتوانست یک سال دیگر دو سال دیگر هم انتظار بکشد در صورتی که مطمئن باشد که گلببو شوهر او است و خواهد آمد چون زرین کلاه گمان می کرد هر زنی که گلببو را ببیند طاقت نمیآورد خودش را می بازد و ممکن است خیلی زود شوهرش را رندان از دستش بیرون بیاورند از این جهت در جستجوی او اقدام کرد از هر جا و هر کس سراغ گلببو را گرفت کسی از او خبر نداشت تا اینکه یک شب رفت دم قهوه خانه رزا سیبیلو در را که باز کرد بوی دود تریاک بیرون زد و سر تا سر صورتهای زرد چشم های از کاسه در آمده شکل های باور نکردنی با نهایت آزادی افکار رنجور خودشان را در عالم خلص و لاهوت میپرورانیدند زرین کلا کلغلام را شناخت صدا زد و از او جویای حال شوهرش شد کلغلام گفت بابو رو میگی رف اونجا که سال دیگه با برف با این بیاد تو رو ول کرده زن و بچه به هم زده رفته دهش زیناباد به منم گفته به کسی سراغشو ندم زرین آباد؟ آره زیناباد شست زرین کلاه خبردار شد که گلببو به او حقه زده و از دستش فرار کرده رفت در دهش چون برای او اغلب نخ کرده بود که خانوادهش در ده زرین آباد سر راه ساری است و در آنجا دو برادر و یک مش زمین آب و علف هم دارند گلببو از تنبلی که داشت همیشه آمال آرزوی خودش را به او گفته بود که برود آنجا کار نکند بخورد و بخوابد و به قول خودش یک خیار بخورد و پایش را بزند کمر دیوار را بخوابد زرین به او وعده میداد که در آنجا برایش کار خواهد کرد ولی گلببو سرسرکی جواب او را میداد این شد که زرین تصمیم فوری گرفت که برود مازندران و گلببو را پیدا بکند آیا یک ماه بس نبود؟ آیا می توانست باز هم چشم به راه بماند؟ دوری گل ببو برایش تحمل ناپذیر بود. نفس گرم او، حرارت تنش، پشمهای زمخت و آن بوی سرتویله و حالا در مفارقت و دوری او همه این خواص به طور مرموز و در به نظر زرین کلا جلوه می کرد. و به طور یقین او نمی توانست بدون گلببو زندگی بکند هرچه باد و باد او را میخواست این دست خودش نبود دو سال میگذشت که با او عادت کرده بود و یک ماه بود یک ماه هم بیشتر که از شوهرش خبر نداشت زرین کلا آرزو می کرد دوباره گلببو را پیدا بکند تا با همان شلاقی که اولاخایش را می زد، او را شلاقی کند و دوباره یا فقط یک بار دیگر او را همانطوری که گاز می گرفت و فشار میداد در آغوشش بکشد. جای داخهای کبود شلاخ که روی بازویش بود روی این داخها را می بوسید و به صورتش می مالید. و همه یادگارهای گذشته به طرز افسونگری به نظر او جلوه می کرد. می خواه سرتا سرتاپای گلببو را ببوسد ببوید نوازش بکند کاری که هیچ وقت جرأت نکرده بود حالا به قدر و قیمت او پی برده بود همین که گلببو با دست های زبر او را روی سینه خودش فشار میداد حالت گوارایی به او دست میداد که نمیشد بیان کرد ابروهای به هم پیوسته پرپشت مژه های زمخت و ریش از آن زمختر قرمز رنگ هنابسته که مثل چوب جارو از صورتش بیرون زده بود بینی بزرگ دهن گشاد لبهای سرخ وقتی که او لواشک میخورد آروارهایش مثل سنگ آسیا روی هم میلغزید و دندانهای سفید محکمش را در آن فرو میبرد چشمهای درشت بی حالت او برق می زد شقیقه هایش تکان می خورد. این قیافه که اگر بچه در تاریکی می دید می ترسید و گمان می غول قول بی خودم است به چشم زرین کلا قشنگ ترین سرها بود برعکس یاد خانهشان که میافتاد تنش میلرزید آن فوش ها که خورده بود تو سری نفرین هیچ دلش نمیخواست دوباره به آن نکبت و ذلت برگردد آیا گلببو فرشته نجات او نبود؟ ولی تنها کسی که دوست داشت مهربانو دختر همسایهشان بود که بیمیل نبود او را ببیند اما هرگز نمیخواست که به خانهشان برگردد آن صورتهای پیر اخلاق هایی که بدتر شده بود هیچ دلش نمیخواست آنها را ببیند و مرگ را صد بار به آن ترجیح میداد تا دوباره به الویر برگردد یادش افتاد که روز عروسیش کشور سلطان داریه میزد و میخواند خونه بابا نون انجیله خونه شوور چو انجیله زنجیله ایشالا مبارک بادا <applause> زر این کلا چوب و زنجیر خانه شوهر را به نان و انجیر خانه پدرش ترجیح میداد و حاضر بود گوشه کوچه گدایی بکند و به آنجا نرود. نه هنوز نفرین های مادرش روز عروسیش که دستور داد روزه عروسی قاسم را بخوانند و حق, حق گریه کرد فراموش نکرده بود. آن دست های استخانی خالکو بیده که به اجاق خانهشان میزد مثل اینکه با قوای مچهولی حرف میزد و کمک میخواست. به اون نفرین میکرد و میگفت همین اجاق گن بگیردت الهی جز جگر بزنی عروسید عذابش بشه بعد همانجا باز امرو نه بشنود چپ بخندد هزار جور فوش راست به جنبت هزار جور تهمت آن وقت به او سرکوف بزند و بگوید مگه من نگفتم که این تیکه از دهنت زیاده تو لایق نیستی گل ببو برا چوهر نمیشه و هی از آن فوشهای های آبدار به او بدهد زرین کلا از این فکر چندشش شد نه او هر زلتی را ترجیح میداد بر اینکه به خانه مادرش برگردد از این رو زرین کلاه نمیخواست این فکر را به خودش راه بدهد که دیگر گلببو را نخواهد دید تنها گلببو بود که می توانست نگاه بینورش را روشن بکند و جان تازه‌ای در کالبد پژمرده او بدمد به هر قیمتی که بود میخواست او را پیدا بکند بر فرض هم که زن دیگر گرفته باشد یا او را نخواهد ولی همینقدر در نزدیکی او که بود برایش کافی بود و اگر سر راه گلببو گدایی هم میکرد اقلا روزی یک بار او را میدید اگر او را میزد از خودش میراند تحقیر میکرد باز بهتر از این بود که به خانهش برگردد نمیخواست زور که نبود ساختمان او این طور درست شده بود بچهش مانده علی هم یک وجودی بود که هیچ انتظارش را نداشت و علاقه برای او حس نمی کرد همانطوری که مادر خودش برای او علاقه نشان نداده بود ولی اجالتا احتیاج به وجود او پیدا کرده بود چون شنیده بود که بچه میخ میان قیچیست و حالا با این اسلحه که در دست داشت امیدوار بود شاید بتواند این محبت از هم را به وسیله بچهش دوباره جوش بدهد به او غذاهای خوب میخورانید برایش میوه میگرفت تا به او عادت بگیرد و علاقه کمی که برای بچهش داشت از این جهت بود که موی سرش به رنگ موی گلببو بود و برای این که بچه گریه نکند و بهانه نگیرد یک گلوله کوچک تطریاک به او میداد و بچه با چشمای خمار دائم در چرت بود زرین کلا اطمینان کامل داشت که پرسان پرسان گلببو را پیدا خواهد کرد و قلبش میل و احساساتش به او می گفت که به مقصودش خواهد رسید این میل و فراست طبیعی که هیچ وقت او را گول نزده بود همان روزی که تصمیم گرفت دنبال شوهرش برود یک شم به سقاخانه نزدیک منزلشان نس نز کرد تا گلببو را پیدا بکند بعد سماور برنجی و دیگ مسی که تمام جهاز او بود به سه تومان و چهار قران فروخت. دوازده قران قرض خودش را به دکاندارهای معلهشان داد. دو تومان و دو قران دیگرش را برای خرج سفرش برداشت. هرچه خورده ریز داشت در یک مجری کهنه ریخت و گروه قرضش آن را پیش صاحب خانه به امانت گذاشت. بعد در یک بخچه دو پیرهن و یک دست لباس برای مانده علی با قدری نان و پنیر و دو تیکه لواشک از همان لواشک هایی که گل ببو آنقدر خوب میخورد گذاشت و پس از سه روز دوندگی برای مازندران جواز گرفت فردایش صبح خونکا به راه افتاد ولی از حواس پرتی که داشت به جای اینکه برای مازندران اتومبیل بگیرد اشتباه هم به شمیران رفت و آژان آنجا او را با اتومبیل دیگر برگردانید و دوباره دم دروازه شمیران برای مازندران اتومبیل گرفت در شاهی اتومبیل ایست کرد هوا کم کم تاریک میشد ساختمانهای های تازه ساز آمد و رفت مردم سبزه مردهایی که قبای آبی گیوه و تنبان آبی پوشیده بودند درست شبیه گلببو بودند دو نفر از مسافران آنجا پیاده شدند و قدری جا باز شد دوباره اتومبیل به راه افتاد هوا نمناک گرفته و تاریک شده بود زرین کلاه آرامش و خوشی مرموزی در خودش حس می کرد. مثل خوشی کسی که بدون پول، بدون امید و بدون آتیه لنجار کش در یک شهر قریب می رود. تنش خسته، لبش تشنه بود و کمی احساس گرسنگی می کرد. ولی حرکت و صدای یک نواخت اتومبیل، هوای تاریک، آدم هایی که دور او چرت می زدند، صدای نفس یک نواخت پسرش و به خصوص خستگی او را وادار به چرت زدن کرد وقتی که بیدار شد در شهر ساری بود دستمال بستش را برداشت بچهش را بغل گرفت و از اتومبیل پیاده شد شهر در تاریکی و خاموشی فرو رفته بود مثل اینکه خانه ها،, درخت ها و سبزه ها از دود و یا دوده سیاه نرم و موقتی درست شده بود صدای ناله مرغی از دور فاصله به فاصله خاموشی را می شکست یک ناله شکوامیز دور دست بود چراخ از دور سوسو سو می زدند. در ایوان بالا یک دختر با چادر سفید ایستاده بود. اما زرین کلا هیچ اطراف خودش را نگاه نمی کرد و صدای دیگری را به جز صدای گلببو نمی شنید و چیز دیگری جز صورت گلببو جلوی چشمش نبود. دم بقالی دو نفر نشسته بودند. از آنها سراغ زرین آباد را گرفت. یکی از آنها گفت که سر راه ساری است. یک کاسه آب آنجا بود. آن را برداشت و سر کشید. بدون جا و بدون اراده کمی رفت. زیرا هیچ جا و هیچ کس را نمی شناخت. ولی با وجود همه اینها چون مطمئن بود که نزدیکتر به گلببو است استراب او از بین رفته بود و اینجا به نظرش خودمانی و مهمان نواز می آمد. بالاخره از گوشه چارقدش یک قران در آورد و نان تازه با سبزی و شیر خرید و رفت جلوی در خانه پایین چراغ نشست. دستمال بستش را باز کرد. شامش را خورد و به پسرش هم داد. بعد بلند شد رفت زیر یک تاقی خوابید. صبح زود که بیدار شد رفت در میدان شهر و پس از یک ساعت چانه زدن اولاغی را به چهار قران و دهشایی طی کرد تا او را به زرین آباد برساند سوار شد هوا ابر موزی سمج بغز کرده بود و تهدید مرموز و ساکتی می نمود به طوری که قرب را خفه می کرد پیشانی پسرش را پشه زده بود و باد کرده بود مدتها روی اولاخ تکان خورد از میان سبزه ها از زیر آفتاب و باران از توی لجنزار گذشت دورنمای اطراف بی انداز قشنگ کوههای سبز جلگه های خرم ابرهای سفید و خاکستری مثل زیر شکم مرغابی بود و پیوسته جور به جور میشد. در آسیا سر که رسید دوباره باران گرفت رگبار تند بود چادر به سرش خیس شد زیر درخت پناه بردند بوی نشاسته و بوی پرک و کسافت گرفته بود دوباره به راه افتادند زرین کلا مانلی را به بغلش چسبانیده بود و فقط جلوی پای اولاغ را خیره نگاه می کرد. قلبش می زد. و همش به فکر اولین برخوردی بود که با گلببو خواهد کرد تا اینکه نزدیک ظهر وارد زرین آباد شد همین که زر زرین کلاه در میدانگاهی پیاده شد و خاص از گوشه چارقدش پول در بیاورد نگاه کردید گوشه چارقدش باز است و پول در آن نیست آیا کسی دزدیده بود نه کسی نمیتوانست پول را از گوشه چارقد او بزند بدون اینکه بفهمد آیا فراموش کرده بود و یا تقصیر گیجی و حواسپرتی او بود همه اینها ممکن بود ولی اجالتا دردش دوا نمیشد بعد از داد و بیداد خرکچی که لحچه ترکی داشت دستمال بسته او را از دستش گرفت و اولاغش را سوار شد و هی کرد و رفت ولی باز هم چه اهمیتی داشت؟ آیا زرین کلاه به مقصودش نرسیده بود؟ آیا در نزدیکی گلببو و در ده او نبود؟ حالا می رود خانه گلببو را پیدا می کند شرح مسافرت خودش را می دهد و کارش یک طرفه می شود هزارها تومان از این پولها فدای یک موی گل دور خودش را نگاه کرد این دهکده کوچک منظره تو سری خورد و پست افتاده داشت و در ته یک در واقع شده بود دور آن را کشزارهای حاصلخیز گرفته بود و مثل این به نظر می آمد که دهکده و مردمش همه به خواب رفته بودند یک سگ گله از دور پارس می کرد و صدای مردی می آمد که می گفت ببو بابو هو از این اس دل زرین کلا تو ریخت ولی دید مردی که به طرف صدا می رود بابوی او نیست زیر چهار دیوار دو قاز چرت می زدن و یک مرغ با دقت تمام با چنگالش خاک را زیر رو می کرد پخش میکرد و در آن چینه جستجو می کرد. روی خاک روبه یک سطل شکسته و یک تکه پارچه سبز پارو و پوست خیار افتاده بود. کمی دورتر دو مرغ کس کرده بودند و هر کدام یک پایشان را زیر بالشان گرفته بودند. زمزمه آهسته ای که از گلوی تازه گنجش کا در میامد موقتا حالت خودمانی و تر و تازه به آنجا داده بود در میدان سه تا پسر بچه دهاتی با دهن بازمانده به او نگاه می کردند. یک پیرمرد کنار دکان عطاری روی تیرها نشسته بود و یک دسته مرغابی وحشی با جار و جنجال به شکل خط زنجیر روی آسمان پرواز می کردند. زرین کلاه پیش پیرمرد رفت و گفت خونه بابا فرخ کجاست؟ او با دستش خانه نسبتاً بلندی را که از دور پیدا بود نشان داد و گفت اون سره راهش اتا محتابی دارنه همون جوه زرین کلاه پسرش را بغل زد با یک دنیا امید به طرف آن خانه رفت. همین که جلوی خانه رسید در زد. و زن مسنی که صورت آبل رو داشت دم در آمد. کینه کاردارنی؟ گل بابو رو میخواستم ببینم. وره چی کار من زن گل ام از تیرون اومدم. اینم علی پسرشه. خوبه؟ خوبه؟ گل ببو زنا رو ولها کرده وره تلاخده بی خود گنی بعد روی را کرد به طرف حیات و داد زد ببوهو ببوهو هیکل نتراشیده گل ببو با پیراهن یخ باز پشت چشم باد کرده و خواب آلوده دم در پیدا شد که یک مش پشم از توی گلویش بیرون زده بود و زن زرد لاغری با چشمهای درشت کنار او آمد و خودش را به گل ببو چسبانید. داغ شلاق به بازو و پیشانی او دیده میشد. میلرزید. بازوی گل ببو را گرفته بود. مثل اینکه میترسید شوهرش را از دست او بگیرند. همین که زرین کلاه گل ببو را دید فریاد زد. ببو جان، ببو من اومدم. ولی گلببو به او رک نگاه کرد و گفت برو برو من ترا نمیشناسم آن پیرزن به میان آمد و گفت کای جان جا چی خانی؟ بی زنا خجالت نکشنی؟ تی و چرا مول ها کردی؟ اسا خانی کای گردم بنگنی؟ گلببو گفت حواست پرته عوضی گرفتی زرین کلا ها و واج مانده بود ولی این انکار گلببو را پیش بینی نکرده بود از این حرکت آنها احساس تنفری در او تولید شد که همه محاسن گلببو را فراموش کرد و با لحن تمسخر آمیزی گفت هم. پس بچه تو بگیر و بزرگ کن من هیچ خرجی ندارم مادر گلببو گفت این بچه بیخ تخمه من چه دامیه تور که جا بیارده ها؟ زرینکلا فهمید که قافیه را باخته است نگاه خودش را به صورت گلببو دوخت ولی صورت او خشناک و چشمایش به حالت در ای بود که تا کنون در او سراغ نداشت حالتی بود که نشان میداد زندگیش تعمین شده، ارباب شده و به آرزوی خودش رسیده. نمیخواهد به خودش دغدغه راه بدهد و از نگاه تحقیر آمیزی که به او می کرد پیدا بود که اصلا حاضر نیست او را ببیند. زرینکلا فهمید که اصرار زیاد بیهوده است و با حسرت جای شلاخهای روی تن زن جوانی که خودش را به گل چسبانیده بود نگاه کرد بعد با یک حرکت از روی بیمیلی برگشت در صورتی که کاساقا مادر گلببو شبیه مادر خودش دست تا را تکان میداد و به زبانی که او نمیفهمید فهمید فوش و نفرین میکرد. زرین کلا با گام های آهسته به طرف میدان برگشت ولی در راه فکری از خاطرش گذشت ایستاد و بچهش را که چرت میزد جلوی جل در خانه ای گذاشت و به او گفت ننه جون تو اینجا بشین من برمی گردم بچه آرام و فرمان بردار مثل عروسک پنبه ای آنجا نشست ولی زرین کلاه دیگر خیال نداشت که برگردد و حتی ماچ هم به بچهش نکرد چون این بچه به درد او نمیخورد فقط یک بار سنگین و نانخور زیادی بود و حالا آن را از سرش باز کرد همانطوری که او را گلبب وازده بود و مادر خودش او را رانده بود همانطوری که مهر مادری را از مادرش آموخته بود نه او احتیاجی به بچهش نداشت دستش به کلی خالی شد بدون یک شاهی پول بدون بچه بدون بار و بندیل بود نفس راحت کشید حالا او آزاد بود و تکلیف خودش را میدانست به میدان که رسید دور خودش را نگاه کرد پیرمرد هنوز روی تیرهای کنار دکان عطاری نشسته بود چرت میزد مثل این بود که تمام عمرش را روی این تیرها گذرانیده بود و همانجا پیر شده بود آن سه بچه دهاتی نزدیک دکان خاک بازی می کردند. همه با بی مشغول کار خودشان و گذرانیدن وقت بودند و خروس لاری بزرگی که او ندیده بود بالهایش را به هم زد و با صدای درگه می خاند. کسی بر نگشت به او نگاه بکند مثل این بود که زندگی به پیش آمدهای او هیچ اهمیتی نمیگذاشت. آیا چه بر سرش خواهد آمد؟ بی و بانی هرچه زودتر می خواست فرار بکند که اقلا از دست بچهش بگریزد حالا همه بارهای مسئولیت از روی دوش او برداشته شده بود هوا گرم، نمناک و دم کرده بود و حرم گرمی مثل های دهن آدم تبدار در هوا پیچیده بود بی اراده، بی نخشه، با قدم های تند زرین کلا از جلوی خانه ها و از کوچه ها گذشت همین که کنار کهزار ها و سبزه ها رسید شاهرایی که جلوش بود در پیش گرفت ولی در همین وقت مرد جوانی را دید که شلاق به دست قوی سرخ و سفید سوار اولاغ بود و یک اولاغ هم جلوی او می دوید و زنگوله ها به گردن آنها جینگ جینگ صدا می کرد همین که نزدیک او شد زرین کلا به او گفت ای جوون سواب داره آن مرد اولاغش را نگه داشت و گفت چه خانی؟ من غریبم کسی ندارم منو هم سوار کن با دستش اولاغ را نشان داد آن مرد اولاغش را نگه داشت پیاده شد و زرین کلاه را سوار کرد خودش هم روی اولاغ دیگر جست زد ولی اصلا برنگشت که به صورت او نگاه بکند بعد شلاق را دور سرش چرخانید به کپل اولاق زد زنگوله ها جینگ جینگ صدا کردند و به راه افتادند از کنار جوزار که میگذشتند آن جوان دست کرد یک ساقه جو را کند به دهنش گذاشت و به آهنگ مخصوصی که به گوش زرین کلا آشنا آمد سود زد این همان آهنگی بود که گلببو در موقع انگورچینی میخواند همان روزی که در موستان به او برخورد گالش کره آهای لله بیشیم بیجار آهای لله ای پشت اجار دو پشت اجار بیا بیشیم بیجار آهای لله بیا بیشیم فاکون تو میخواخوری زرین کلا تمام زندگیش جوانیش نفرین مادرش بعد آن شب محتابی که با گلببو به تهران می آمد، نفرین مادر گلببو همه از جلوش گذشت اگرچه تشنه و گرسنه بود ولی ته دلش خوشحال شد نمیدانست چرا سوار شد و به کجا می رود؟ ولی با وجود همه اینها با خودش فکر کرد شاید این جوان هم عادت به شلاق زدن داشته باشد و تنش بوی اولاغ و سرطویله بدهد